سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما عزیزان. یه دختر خانم 20 ساله ماجرای زندگیش رو فرستاده و دیدم که چقدر آموزنده میتونه باشه. به خاطر همین تو این ویدیو داستان زندگیش رو میشنویم. این دختر خانم یک دوستی داره که اون دوستش به صورت پنهانی با برادر این خانم دوست شده. ایشون گفته: سلام، اسم من آرزو هست و میخوام ماجرای یکی از دوستام رو تعریف کنم. اسم دوست من سحر هست و ما هر دو 20 سال سن داریم. از دبیرستان با هم آشنا شدیم. دختر شری بود و دوستی باهاش برام جالب بود. هر خلافی که از دستش برمی اومد انجام میداد. خیلی هیجان داشتم کنارش. سحر با اینکه 20 سالش هست تا این سن خیلی چیزها رو تجربه کرده و متاسفانه من از همه زندگیش باخبرم. کاش ازش هیچی نمیدونستم. سحر تفریحی سیگار میکشه و متاسفانه منو هم سیگاری کرده. رابطه های زیادی با پسرهای مختلف داشت و به پدر و مادرش میگفت که با آرزو میرم بیرون، برای اینکه پدر مادرش شک نکنن. وقتی با هم میرفتیم بیرون یه دفعه متوجه میشدم که با دوست پسرهاش قرار داشته و من این وسط فقط وقتم رو هدر میدادم. سحر از دوست پسرهاش سوء استفاده میکرد و پول میگرفت. با چند نفر از دوست پسرهاش رابطه داشت و متاسفانه یک بار هم کارش به سقط جنین رسید. من خیلی نصیحتش میکردم، میگفتم که دست از این کارهاش برداره. متاسفانه 3 سال پیش پدر و مادرش رو از دست داد توی یک تصادف. هر دوشون فوت شدن. چون سحر تک دختر هست بیشتر وقتا تو خونه تنهاست. البته فامیلهاشون مرتب بهش سر میزنن و میگن که به خونه ما بیا، اما سحر هیچ توجهی نداره. من نمیخواستم سحر تنها باشه، به خاطر همین تصمیم گرفتم بیشتر به خونه ما بیاد تا بلکه تأثیر داشته باشه و از این کارها هم دست برداره و روحیش عوض بشه. الان تقریبا 5 ماه هست که بیشتر وقتها با ما زندگی میکنه. شبها هم همینجا میخوابه. پدر و مادرم مثل دختر خودشون که نه، حتی خیلی بیشتر از دختر خودشون دوستش دارن. اما مشکل اینجاست که برادرم احمد از سحر خوشش اومده. بدون اینکه من متوجه بشم چند ماه هست که با هم دوستن. اینم زمانی فهمیدم که تولد سحر بود و برادرم از من خواست برای سورپرایز تولد سحر بهش کمک کنم. برادرم احمد 26 سالش هست و دانشجوی پزشکیه. من تو دوراهی بدی قرار گرفتم. به نظرتون به برادرم بگم که سحر واقعا چه جور آدمیه و با خیلی ها دوست بوده و سیگاریه، یا نه دخالتی نکنم و بذارم هر جور میخوان پیش بره؟ چند روز پیش خیلی سرزده رفتم توی اتاق برادرم، دیدم سحر و برادرم با هم تنها هستن و به من گفتن که برو بیرون. چند بار با سحر دعوام شد، اما سحر میگه برادر منو دوست داره، هیچی هم باعث جداییشون نمیشه. چند روز پیش به من گفت بهتر فضول ما نباشی، و الان چند روز هست که با هم قهریم و منو تهدید میکنه که اگه چیزی بگم سیگاری بودن منو به همه میگه. من خودم پشیمونم، دارم به هفته ای 2 بار میرسونم. از بس سحر سیگار میکشید منم وسوسه شدم و سیگاری شدم. یادم سحر هم در کنار یکی از دوست پسرهاش که خیلی سیگار میکشید شروع به سیگار کشیدن کرد. من خیلی بهش میگفتم که دست از این کار برداره، اما سحر شخصیتش یه جورایی خیلی کنجکاوه، دوست داره چیزای مختلف رو امتحان کنه، حتی مواد بدتر از این هم کشیده. اما من خیلی التماسش رو کردم که دست برداره، چون معتاد میشد. من همیشه دوست داشتم از سحر دفاع کنم و کمک حالش باشم، اما الان حس میکنم سحر از دوستیمون داره سوء استفاده میکنه. چند سال پیش وقتی هنوز پدر و مادر سحر در قید حیات بودن و سحر هم با برادر من دوست نشده بود، به سحر گفته بودم که پدر و مادرم به همراه برادرم به خاطر فوت پدر بزرگم رفتن به شهرستان و من چون امتحان داشتم تو خونه تنها بودم. سحر وقتی این موضوع رو فهمید انقدر کله شق بود که از من خواست با دوست پسرش به خونمون بیاد. من نذاشتم، اما شب بی خبر اومدن و در زدن. من دیدم خیلی زایه است که تو کوچه با سحر دعوا کنم، به خاطر همین اجازه دادم که بیان تو خونه. الان تهدیدم میکنه که اگه این چیزا رو به مادرم بگم
اونم منو لو میده که سیگاریم. مدام هم پیش مادرم خودشیرینی میکنه. مادرم از علاقه برادرم به سحر خبر داره. کلی هم خوشحال از این موضوع. قراره پیش مادر بزرگ سحر بره و خواستگاری کنه. اشتباه بزرگی کردم که پای سحر رو به خونمون و جمع خونوادگیم باز کردم. من تو رفاقت کم نذاشتم. خیلی ناراحتم که همش مامانم از دوستم طرفداری میکنه و منو نصیحت میکنه. سحر رو به تمام مهمونی ها و مراسم خانوادگیمون بردم که دلش باز بشه و غم نخوره. اما الان بدون اینکه به من بگه با برادرم دوست شده. حتی گوشیشو به زور گرفتم و چک کردم. دیدم اولش سحر به برادرم ابراز علاقه کرده و کم کم برادرمو وارد رابطه کرده. من برادرمو میشناسم. تا الان با کسی نبوده. فقط درس خونده. شناخت خوبی از جنس مخالف نداره. اصلا الان موقعیت ازدواجش نیست. خیلی راحت عاشق اولین دختری که بهش محبت کرد شده. اصلا نمیدونه شخصیت واقعی سحر چیه. الان جوری شده که اگه همه چی رو به مادرم بگم هم باور نمیکنه. میگه تو دروغ میگی و میخوای سحر رو از چشم ما بندازی. حسودیت میشه. مادرم میگه سحر خانواده نداره. دلش میشکنه. انقدر نسبت بهش حسادت نکن. الان که دارم این ماجرا رو مینویسم، سحر با داداشم رفتن شهر بازی بدون اینکه منو آدم حساب کنن و بار اولشون هم نیست. یه مدت با هم همه جا میرن و منو نمیبرن. اعصابم خورد شده از دست همشون. سحر و داداشم یه جوری رفتار میکنن انگار زن و شوهرن و از منم فاصله میگیرن. جالب اینجاست که اگه بعدن گندکاری های سحر رو بشه، بازم مقصر من میشم که هیچی نگفتم. اگه اون موقع بگم هیچی از سحر نمیدونستم، خانوادم باور نمی کنن. آخه عادتشونه که تو هر چیزی دنبال مقصر میگردن و تو این خونه دیواری کوتاه‌تر از من وجود نداره. اولین روزایی که با سحر دوست شدم، با خودم میگفتم چرا به دوستیمون ادامه میدم وقتی میبینم همش دنبال کارهای منفی و بد هست. ولی اشتباه کردم که ادامه دادم. الانم سحر از من آتو داره و مدام تهدیدم میکنه. یه روز بدون اینکه من متوجه بشم از سیگار کشیدنم فیلم گرفت و حالا چون میدونه خانوادم حساسن، میگه اگر حرفی علیهش بزنم فیلم رو نشون خانوادم میده. بدبختیم اینه که برادرم شدیداً عاشق سحر شده. یه روز اگه سحر قهر باشه، برادرم اصلاً حالش خوب نیست و به شدت غمگین میشه. موندم هیچی نگم و بذارم ازدواج کنن یا برم همه چیو بگم. حالا اگه بگم هم شاید خانوادم باور نکنن و این وسط فقط من خراب میشم. لطفاً کمکم کنید که چیکار کنم که بهتر باشه. ممنون میشم در کانال قرار بدید تا مردم نظر بدن. شاید یه راهکار خوب پیدا بشه که منم اذیت نشم و برادرم هم همه چیز رو بفهمه. اینم از ماجرای یکی از اعضای کانال. البته این نکته رو هم بهتون بگم که اسمهایی که توی این ویدیو گفتم اسمهای واقعی نبود. اولش اسمهای واقعی خودشون رو گفته بودن که من ازشون خواهش کردم که اگر اسامی رو عوض بکنن خیلی بهتره و این کارو کردن. ازشون خیلی تشکر میکنم. این ماجرا ماجرای بسیار جالبی بود که خیلی قابل تأمله که دوستایی رو انتخاب بکنیم که اینجوری توی دردسر نیفتیم. خیلی ممنون میشم اگر نظرتون رو در قسمت کامنت ها بنویسید. از لایک این ویدیو خیلی ازتون تشکر میکنم. لطف بزرگی میکنید. اگه هنوز عضو کانال نیستید هم ممنون میشم که از پایین ویدیو روی دکمه سابسکرایب یا مشترک شدن کلیک کنید و زنگوله کنارش رو هم فعال کنید. مواظب خودتون باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.